نشریه واشنگتن پست گفته که امارت اسلامی با کمترین امکانات در حال تغییر چهره کابل است بر اساس گزارش واشنگتن پوست شهردار کابل پروژه های بلند را برای تغییر چهره پایتخت آغاز کردند تا آثار درگیری های پسین در افغانستان و همچنان چهره نظامی کابل را تغییر دهند همزمان شهرداری کابل میگوید کار روی تمامی پروژه ها در پایتخت از زواید داخلی این ریاست تمویل می شود. صفی ناصری در این مورد گزارش می دهد. نشر گزارش واشنگتن پست در مورد کارکردهای پسین شهرداری کابل نشریه واشنگتن پست گفته که امارت اسلامی با کمترین امکانات در حال تغییر چهره پایتخت است بر اساس گزارش واشنگتن پست شهرداری کابل پروژه های بلند پروازانه را برای تغییر پایتخت افغانستان آغاز کردند تا آثار درگیری های پسین در افغانستان و همچنان چهره نظامی کابل را تغییر دهند مقام های طالبان پروژه های بلند ای را برای تغییر چهره پایتخت افغانستان آغاز کردند. این شهر پنج میلیونی که هنوز آثار تاریخی دوره درگیری های داخلی، تهاجم خارجی و ثروت پول جدید را به نمایش میگذارد، همچنان جاده را که مدتها برای عموم بسته بود، برای رفت آمد به شهروندان باز کردند. همزمان شهرداری کابل میگوید 180 پروژه را در سال جاری برای زیباسازی پایتخت روی دست داشته که برخی از آنها نیز عملی شده است سخنگوی شهرداری کابل همچنان می افزاید کار روی تمامی پروژه ها در پایتخت از اواید داخلی این دیاست می شود شرولی کابل یک نهادی است که مطلقا خودکفا است و درباره می 181 پروژه‌ای که در شهر کابل اجرا میشه که یک افغانی حتی از وزارت مالیه نگرفتیم و در کل حتی یک دلار یک یورو از بانک جانی هم پروژه‌ای که وجود داشته فعلا نیست و شرولی کابل تمام کارهایی که در داخل شهر می‌بینید مطلقا از بودجه داخلی خود انجام میده با این همه مسئولان شهرداری کابل میگویند توانستند تا چهره نظامی پایتخت را به حالت عادی تبدیل کنند